خانم ونشا رودبارکی از اونجا که خودشون یک خانم طبیعتگرا هستن، کارهاشون کاملا بیانگر طبیعت و رنگ‌های انرژی است و توی کارشون حرکت، جریان زندگی و خودشون از خطه شمال ایران هستن، در نتیجه تمام اون طبیعت و سبزی و زیبایی های طبیعت رو توی کارهاشون میشه کاملا حس کرد. امروز در واقع در این روز افتتاحیه، صحبت‌های پیش از افتتاحیه که ما داریم می‌کنیم، در بروکسل 26 تا تابلو هست که درش 24 تا کار روی بوم هست و 4 تا کار رسم. نام خاصی بر این نمایشگاه ما نذاشتیم، منتها تمش در واقع بیشتر همین روان طبیعت هست و چون این یک مقدار سوژه خاصی هستش که من همیشه بهش تکیه میکنم و یه جورایی میتونیم بگیم که این تم خاص کار من هست. در واقع من یه جورایی روان طبیعت رو اونطوری که خودم احساس میکنم به روی تابلو انتقال میدم و در این کار حرکت بسیار وجود داره، موضوع حرکت خیلی زیاد به چشم میخوره و موضوع خاص دیگه مسئله نور هست که این در واقع وجود نور در تابلوها، بازی با نور همیشه موضوع خیلی خاصی بوده که من بهش توجه کردم در کارم دیده میشه. این در واقع پیشه من هست که من به سفر بیام و به همراه تابلوهام گاهی اوقات و گاهی اوقات بدون تابلوهام نمایشگاه بذارم. من فکر می‌کنم که هنر رو اگر بهش رسیدگی بشه و اگر بشناسنش، اگر هنر جای خودش رو در جامعه پیدا بکنه و یا اینکه جامعه در واقع لزوم وجود هنر رو
بهش شناخت داشته باشه، ما میتونیم از هنر به عنوان یک راهگشا استفاده بکنیم در مسائل اجتماعی و در مسائل روزمره. در واقع هنر اون زمانی که درش خلاقیت هست، یعنی اندیشه رشد پیدا میکنه و میتونه خلاقیت رو به وجود بیاره، هنر شکوفا میشه و این مستلزم این هستش که در جامعه آزادی اندیشه وجود داشته باشه. من به عنوان یکی از که کار هنری میکنه و هنرمند در واقع متعهد هم هست نسبت به جامعه خودش، فکر میکنم که ما وظیفه ما هنرمندها خیلی پررنگتر هست امروز و ما باید بیش از پیش در صحنه باشیم و باید بیشتر خودمون رو نشون بدیم و بیشتر حمایت خودمون رو از هنرمندهای دیگه در رشته های دیگه به نمایش بذاریم و اتحاد و همبستگی ما باید بیشتر باشه. یه هنرمند خیلی شفافه، یک هنرمند مثل یک برگردان از جامعه هست. زمانی که هنرمند مورد حمله قرار میگیره به این ترتیب، در واقع جامعه مورد حمله قرار گرفته. به همین دلیل هستش که نگاه ها میره به طرف هنرمندا، چون هنرمندا کاری که میکنن اینا در واقع اون چه رو که میبینن مثل آینه هستن در یک جامعه، با هنر خودشون در زمین های متفاوت، در رشته های متفاوت میتونن این توانایی رو دارن که مسائل اجتماع و جامعه رو در واقع برگردونن و نمایش بدن و انگوش بذارن روش. نه، هیچ کدوم ما حقمون نیست، ولی همه ما میبایستی که در این مبارزه برای برقراری صلح حاضر باشیم. هنرمند نقشش این نیست که بگه من کارمو میکنم، من حالا تابلو میکشم، اصلا هیچ ربطی هم نداره، اصلا نمیخوام هیچی بدونم راجع به مسائل جامعه و بیشتر از اینم نمیخوام، چون باعث میشه که تعادلم و اعصابم به هم بریزه. به همین دلیل من چیز زیادی نمیخوام بدونم. هنرمند مجبور هست، هنرمند میبایستی که خودش رو متعهد بدونه نسبت به محیط پیرامون خودش، و مردم از دیدگاه من میبایستی بتونن تکیه کنن بر هنرمند. اینی که یک هنرمند اعتباری رو کسب میکنه در جامعه از طریق مردم، این مردم هستن که این اعتبار نسبی رو میدن به یک هنرمند، از اون طرف هنرمند میبایستی بتونه در مواقعی که این مسائل پیش اومد یا مشکلات دیگه هم ممکنه ما داشته باشیم، ولی این وظیفه ما هست که بتونیم یک در واقع پایگاه باشیم و یک ستون باشیم برای مردم که بتونن به ما تکیه بکنن با حضورمون.